ایران عزیز خانه ماست، میهن وطن آشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قبال. عرض ادب و احترام خدمت آفریدگار، خدمت همیهنانم در سراسر جهان. برنامه ویژه ما رو میبینید همیهنانم از طریق KRSI رادیو 24 صدای ایران و تلویزیون پارس. بنده هستم به همراه برنامه ساز سرشناس و عزیز آقای حسین مهری، میهمان گرانمایه برنامه امروز شاهزاده رضا پهلوی که از راه دور آمدن. عرض ادب و احترام خدمت شما، خدمت آقای سلام بر شما. سلام بر شما آقای میمدی عزیز و با خیر مقدم خدمت شاهزاده رضا پهلوی. خوشحالم و خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. حالا شما خوبه؟ سپاسگزارم. شما خسته نباشید. شب یه مجلس خیلی فوق‌العاده‌ای بوده، سخنرانی شما خیلی مورد توجه قرار گرفت. همینطوره، فرصتی بود که برای سازمان World Affairs Council Orange County سخنرانی بکنم و امشب هم در لس آنجلس همین برنامه برای World Affairs Council لس آنجلس خواهد بود و به هر حال امیدوارم که فرصتی باشه که نظرات خودم رو بتونم با همیهنان و با شخصیت‌های دیگری که خواهم بود در میون بگذارم. آقای باری، کدام بخش از مصاحبه شاهزاده رو خیلی مهم تلقی؟ سخنرانی شاهزاده شب گذشته در اورنج کانتی یک پایان مهیج و در این حال تعقلی داشت. من دو عبارت رو فارسیش رو میخونم چون به زبان انگلیسی صحبت کردند. ایشون گفتند که من بار دیگر همیهنان ایرانی خودم رو به پذیرش اختلافات با روحیه پلورالیسم و تکثرگرایی و رواداری سعی صدر و همچنین با توجه به آرمان حقوق بشری و سکولاریسم و دموکراسی به عنوان مخرج مشترک فرا می‌خوانم که اینها قبول این مخرج مشترک فراتر از تنوعات مذهبی، نژادی، قومی و شخصی خواهد رفت. این خلاصه پیام ایشان است، به خصوص در بخش پایانی. و باز هم گفتن که ما تعهد میکنیم برویم به جستجوی تغییر سیاسی از گذرگاه شیوه های عدم خشونت، جستجوی آشتی ملی، عفو ملی، برای حرکت به فراسوی اکنون، فراسوی وضعیت کنونی. ما باید این وضعیت کنونی اختلافات و تشتت ها و به حال دگرگشت ها رو پشت سر بگذاریم. فوق‌العاده به نظر میرسه شاهزاده بیشتر الان از درون کشور دارن الهام میگیرن. ارتباط زیادی دارید ها از این جنبش؟ تقریبا تا میگم تو این 30 سال همیشه این بوده، ولی علل خصوص الان، یعنی از زمانی که از تابستون پیش واقعا این جریانی که به شکل ملموسی پدیدار شد، روحیه واقعی که این جریان داره اگه درست به عمق مسئله پی برده باشیم، نشان دهنده یک تغییر فاحشی در یک ذهنیت نوین سیاسی من احساس میکنم، به خصوص در میون جوانای امروز، و این رو واقعا به عنوان یک پدیده بسیار حیاتی و اساسی در تحولات سیاسی کشورمون میبینم. یعنی اینطور بهتون میگم، به همون اندازه‌ای که در صدر انقلاب مشروطیت یک جهشی پیدا کرد مملکتمون در راستای ترقی و مدرنیته و به هر حال آغاز یک فصل جدیدی از نظر سیاسی بر کشورمون بود، من فهم میکنم که شاید این جریان سبز اگر از اون مهمتر نباشه، در همون حد میتونه یک حرکت بنیادی باشه برای کشورمون و آغاز یک زمینه و پایه نوینی برای کشورمون از جانب سیاسی در آینده. و تأکید اصلی درک این حرکت هست از نه تنها ارزش آزادی، بلکه بهایی که بایستی برای آزادی پرداخت. دو، مسئله همین تکثرگرایی و پلورالیسم که البته
من بارها و بارها در طول این سالها بهش اشاره کردم، ولی خوشبختانه میبینم که امروز در این ذهنیت این رو کاملا میتوان در داخل ایران دید. و البته من به شکل مفصلی راجع به این مسائل در آخرین کتابی که سال پیش در فرانسه منتشر شد و به فارسی ترجمه شده، در اینجا هم چاپ شده و پخش شده و به زودی روی تارنمای من هم خواهم بود به اسم ساعت انتخاب، مقدار زیادی به این مسئله پرداختم. این یه چکیده بود از اون نکاتی که به نظر من جزو مهمترین و اصولی ترین مسئله است که باید در نظر گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم که تنها رایی که ما میتونیم به یک آیندهی برسیم بایستی بر مبنای یک حرکت هماهنگ شده و در واقع کنسانسوئل، یعنی به مفهومی که یک درک مرکبی از جریانات مختلف که سر یک هدف مشترک میتونن با هم توافق بکنن و به اون آینده برسن. به غیر از این من نمیتونم تصور بکنم که الزاماً با از بین رفتن این نظام اون آلترناتیو یا گزینه دیگر رو بشه پایریزی کرد مگر بر اساس یک توافق واقعی باشه، وگرنه باز میفتیم تو دست انداز آنارشی و از توش مردم نیست چی در بیاد. خاصه به این که برخلاف 30 سال پیش که خیلی ها میگفتن فعلا از شر شاه خلاص شیم بعد ببینیم چی میشه، که نتیجهش هم دیدیم، این دفعه دیگه مردم نمیگن که از شر رژیم جمهوری اسلامی خلاص شیم بعد ببینیم چی میشه. خیلی مشخص شفاف واسه بیان کرد به چه شکلی با چه هدفی و با چه منظوری و چگونه. و اینجور مسائلی است که به نظر من جزو دغدغه های اصلی کارهایی است که باید انجام بدیم در لابلای تمام مسائل دیگر که باهاش مواجه است. همین الان برنامه امروز، مهمان برنامه امروز ما شاهزاده رضا پهلوی هستند که به کالیفرنیا آمدند به دعوت چندین مؤسسه و مجمع آمریکایی که درباره مسائل ایران فکر میکنند، اندیشه میکنند و شنیدن نظرات شاهزاده رضا پهلوی آراشون و از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار با توجه به ارتباط نزدیکی که ایشون پیدا کردن با بسیاری از عناصر جنبش و رستاخیز بزرگ ملت ایران در درون کشور. چه تفاوتی وجود داره بین ما ها و اونایی که خیلی هست که وجود؟ خب ببینید، فاصله زمانی، فاصله جغرافیایی، ذهنیت های محلی و شاید میخوام بگم اصلا نحوهی که در خارج ایرانیانی که البته از مملکت رو ترک کردن، خیلی هاشون به هزار جور گرفتاری و زحمت و خانواده هایی که متلاشی شدن از یکدیگر، خلاصه یک جوری در کشورهای مختلف خارجی پناهجو شدن و یا جا افتادن و نسلهای بعدیشون خب خود به خود و اجباراً یک ذهنیت و فرهنگ خاص خودشون رو پیدا میکنن که مشکل هست که شما به روزش، مگر اینکه مثل خود من که شب و روزتون رو 30 سال متعدد با ایران سر و کار داشتید از نزدیک، خب طبیعتاً نبض جریان یه مقدار کمتر محسوسه، یک تفکرات دیگری ممکنه به وجود بیاد و شاید بشه گفت این اختلاف جغرافیایی یا فاصله خود به خود اون میزون بودن یا رو همون فرکانس بودن یه مقدار مشکل تر میکنه. البته هستن ایرانیانی که به دقت مسار رو دنبال میکنن، ولی خب طبیعی است که ما اگه بخوایم مبنای کار رو بر مبنای یک چیزی که در برون مطرح هست بگذاریم از قافله عقبیم. اصل مسئله در داخله. من بارها و بارها شده که میشنوم در بعضی جلسات و بحثایی که با همیهنانمون در خارج داریم که صحبت رهبری و تشکل و فلان و این آدم و اون آدم و این حرفا، که اغلبشون هم بیرون نشستن، میگم آقایون اشتباه نکنید، کسانی که آینده ایران رو به ارث خواهند برد و اداره خواهند کرد هزاران هزار رهبر مسئول هستند که هیچ کدوممون رو ما نمیشناسیم و میدونیم هستن.